باز یک مهاجر مهنتی از تاجیکستان در روسیه قربانی تجاوز گردید. سر ریاست شعبه تفتیشاتی کمیته تفتیشاتی روسیه در شهر مسکو، کشتار وحشیانه شهروندی تاجیکستان را که جسدش شب 26 نوامبر در جنگل لوبرتسی ناحیه مسکو یافت گردید، تفتیشات را آغاز نمود. کشته شده ساکن 31 ساله شهر لواکندی ولایت ختلان روسلان باباشرف میباشد. با گفته نزدیکانش روسلان در ایستگاه مترو کاخوفسکایا در تعمیرگاه پایافزول کار و فعالیت میکرد. شب 24 نوامبر بدرک شده است. طبق اطلاعی سرایاست شعبه تفتیشاتی کمیته تفتیشاتی روسیه در شهر مسکو، سراول جوان کشته شده، سپس جسدش سوزانده شده است. اکبر بابا نظروف تقای روسلان بابا شیروف 29 نوامبر به رادیو آزادی خبر داده است که جیانش در قلمرو روسیه بر اساس قانونی قرار داشته است. پس از روزی کاری در تعمیر پایافزول غیب زده است. دو شبانه روز است که با کافتوکاوی او مشغول هستیم، گفت او. شب 26 نوامبر کارمندانی پلیس از تلفنی موبایلی روسلان به نزدیکانش زنگ زده، در خصوصی پیدا کردن جسد روسلان خبر دادند. یادرس میکنیم که در سال 2018 از خارج به تاجیکستان 966 جسدی شهروندی تاجیکستان انتقال شده است. اساساً این مهاجران مهنتی هستند که با شرایط های گوناگون در روسیه فوتیدند. در صدمه های نقلیاتی، بنابر کسلی، حادثه های ناگوار در جای کار، حمله، در مناقشه های معیشی و در حالت های فوق‌العاده، از آنها 25 نفر از جمله هویدای 5 ساله قربانی های کشتاری وحشیانه گردیدند. غیر از این یک قسم جسدهای مهاجران مهنتی را از سبب نبودن مبلغ برای ارسال نمودن به وطن در خود روسیه به خاک می سپارند.